دیر زمانی است آیین گرامی داشت مقام پدر و بزرگان خانواده در میلاد حضرت امیر امام علی علیه السلام برای ایرانیان یک سنت دیرینه است. ما هم شال و کلاه کردیم. با رعایت شیوه نامه های بهداشتی خدمت رسیدیم و میهمان شدیم. حال شما خوبه؟ عید شما مبارک باشه. روزتون مبارک باشه. به نام پدر، رادمرد جانباز دوران 8 سال دفاع و حماسه. من در چند عملیات شرکت کردم. این عملیات خیبر بود. جانبازی من رو اینه چه اون منطقه شیمیاییشه. به نام فرزند، بزرگ منشی که شیر کودک 14 سالش را روانه کرد برای مقابله با بعثی‌های از خدا بیخبر. ماه رمضان بود. ماه رمضان متولد شد. ماه رمضانم شهید شد. حاج محمد سروش، پدر و پسر، هر دو رزمنده دفاع مقدس. باهاتون بود تو اون فضا دیگه مدام میدید؟ بله، تو اون فضا مرتب بود، تو جریانات بود، لذا این بچه دیگه شک گرفت. آقا معلم توصیه کرد به ما در روز پدر. آج آقا پرورش، ایشون 3 تا شهید تقدیم انقلاب کردن، یه سری هم به اونا بزنید، بالاخره رضای خدا رو بزنید. گوش جان سپردیم و رفتیم سوی منزل خانم و آقای پرورش. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. آنها که مدت هاست تنها با یاد فرزندان شهیدشان روزگار می‌گذرانند. علی رضا پرورش، محمد رضا پرورش، حمید رضا پرورش. این 19 سالگی، این 10 سالگی، یعنی همشون زیر 20 سال شهید شدن. آره. مرام و مردانگی پدر خانواده را اینجا در این خانه خوب میشد دید. روز پدر که شد گریه میکنه، میگه اگر ما پسری داشتم در باز میکرد میومد خونه، حالا نوه نتیجه داشتم. آجا اگر بازم بچه ها بودن بازم پسر داشتیم میفرستد اینجا؟ آره میفرستدم. بازم بودنم. خیبر و بیت المقدس و فتح المبین برای پدر هنوز حرف ها دارد برای گفتن. او حدود 35 سال است، در حسرت آغوش فرزندان است. اول ایشهید شد، بعدش ایشهید شد، تقریبا 40 روز فاصله نشون بود. حاج آقا پرورش هم ما به خود میبالد و حالش خوش است که چنین فرزندان صالحی داده است برای انقلاب و نظام من. دو جا در اومد، اینجا بوستان، اینجا تگزاس. بوستان و تگزاس آمریکا بورسیه شده بوده شده. بعد تا پای هواپیما رفت ولی نشد. که من توانه میشم گره کرد. آمریکا رو دوست نداشت. او ایران خلاف کرده بود. دانه جاسوس را گرفته بوده. ما هم کنارش هستیم. مثل رزمندگان. بچه‌های رزمنده قدیم میان ضربه مو میزنن. پس حالتون خوبه خدا رو شد. یک ایران خانواده اوست. روزتان مبارک همه پدران شهدای ایران زمین. نوید سالم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.